افتخار جدیدی از گوگوش این بار در دنیا. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم گوگوش به عنوان شاهماهی موسیقی کشورمون که در واقع یکی از بی‌نظیرترین و بی‌تکرارترین خواننده های مشهور در دنیا محسوب میشن، حالا باز هم در سن 74 سالگی دو افتخاری رو در دنیا نصیب خودشون کردن. افتخاری که شاید باعث شده بسیاری از مردم دنیا با این افتخارات جدید گوگوش مردم ایران و ایران رو بهتر بشناسن و شاید افرادی همچون گوگوش یکی از سردمداران نماد ایران و ایرانی باشن که شاید بهشون زیاد پرداخته نشده، اما افرادی هستند که در زندگی این افراد نفوذ کردن و باعث از بین بردن این نمادهای ملی ایرانی ها شدند. گوگوش عزیز که در ازدواج فعلیش با رها اعتمادی وارد یک زندگی جدید و یک رابطه جدید با اهالی حزب توده شده. همسر سابقه ایشون آقای قربانی بارها به این مسئله تاکید کردند و حتی افشاگری هایی رو هم برای دوستداران و طرفداران خانم گوگوش اعلام کردند و گفتند بدانید زمانی که برای گوگوش اتفاقی افتاد و گوگوش با هر علتی از این دنیا رفت، مطمئن باشید افرادی که در زندگی او حضور دارند باعث مرگ این هنرپیشه و این جادوی صدا هستند و ممکنه شاید هرگز علت فوت گوگوش در هیچ جا بررسی نشه. قتل گوگوش به دستان رها اعتمادی و پدر او خواهد بود. این ادعایی که آقای قربانی در افشاگری هاشون منتشر کردن و یک زنگ خطر و آلارمی رو به تمام دوستداران گوگوش دادن و اعلام کردن که یقین بدانید که گوگوش عزیز در سن 74 سالگی آنچنان داره کم کم از صحنه خارج میشه که شاید شما احساس نکنید، اما این روزها توسط افرادی که در خانه و زندگی اون هستند به طرز عجیبی این هنرمند استثنایی رو دارن از بین میبرن. گوگوش در دوران جوانی یک هنرمند و هنرپیشه استثنایی بود، یک آوازخوان بسیار محبوب بود. همچنین او با رقص‌های مدرنی که خلق کرده بود، این رقص‌ها امروز برای او یکی از افتخارات جدید شده. در خبرهای جدیدی که به دست آمده، خانم گوگوش یکی از افتخارات جدیدی رو که به دست آوردن رقص‌هایی بوده که در دوران جوانی به طور فی‌البداهه این رقص‌ها رو خلق کردند و در نهایت همین رقص‌ها باعث متمایز شدن گوگوش شد، تا اینکه خانم گوگوش و رقص‌های او الگویی برای خواننده‌های هالیوودی در امریکا شده. گوگوش یکی از افتخاراتش خلق رقص‌های مدرن در صنعت موسیقی پاپ است. گوگوش و مایکل جکسون دو هنرمند بی‌نظیر در عرصه موسیقی بودند که هرگز تکرار نخواهند شد. افرادی مایکل جکسون رو از بین بردند، اما عده‌ای اعلام می‌کنند و می‌گویند که مایکل جکسون هنوز زنده است، اما فقط تغییر چهره دادند برای او و هدف اونها از بین بردن نام و نشان او بود. و مایکل جکسون زنگ خطری برای بسیاری از افراد بود که باید اونها یا مایکل جکسون رو از بین می بردند یا با اعلام مرگ او چهره او رو نابود می کردند تا موفقیت های روزافزون او باعث از بین بردن یک سری از منافع این افراد نباشه. و خانم گوگوش هم همینطور. خانم گوگوش رو هم می خواهند یا بکشند یا مثل مایکل جکسون اعلام بکنند که گوگوش مرده
اما تغییر چهره بدند. این شاید برای شما عزیزانی که میشنوید یک شایعه باشه، اما این واقعیتی از زندگی این هنرمند و خواننده اسطوره‌ای کشور ما گوگوش عزیز هست. و در واقع همسر سابق ایشون آقای قربانی هم که در سالهای گذشته و در زمان جوانی ایشون به عنوان همسر و منیجر ایشون بودند که البته در پیشرفت خانم گوگوش هم نقش بسزایی داشتند، این خبر رو تایید کردند. و اما یکی دیگر از موفقیت و افتخارات گوگوش علاوه بر صدا و رقص او و هنرپیشگی او، فعالیت جدید او در عرصه مد و فشن در حوزه بین الملل هست. گوگوش عزیز استعدادهای خارق‌العاده‌ای داره که هنوز خیلی هاشون کشف نشده و خب همین موفقیت های گوگوش عزیز علی‌رغم اینکه منافع مالی خیلی زیادی برای قاتلان و دشمنان او داره، بلکه پیشرفت زیاد او میتونه این افراد رو در واقع خیلی مستمر به این بکنه که هرچه سریعتر جلوی این هنرمندی که نماد ایران و ایرانی هست رو بگیرند. عاملین و قاتلینی که در خونه زندگی این هنرمند هستند و با پولهای گوگوش برای خودشون شبکه درست کردند و از اهالی حزب توده هستند و دشمن ایران و ایرانی و نماد ایران هستند و هدفشون جز از بین بردن نماد ایران نیست، برای اینکه نام و نشان آریایی ها را از بین ببرند. دوستان عزیز، اینها اظهارات و ادعاهای همسر سابق خانم گوگوش بود. این اظهارات و ادعاها را شاید به عنوان شایعه تلقی بکنید، اما اینها واقعیت های زندگی گوگوش است. زندگی که خانم گوگوش مثل تردمیل هی روش داره میدوه، اما مقصدی برای اون وجود نداره. پول هایی که به دست میاره و اما صاحبان این ثروت افرادی هستند که قاتلان و عاملان مرگ گوگوش عزیز هستند. علت مرگ گوگوش رو شاید خواستید که بدونید، هدف از بین بردن نماد ایران هست. دوستان عزیز، نظرات شما چیه راجع به این قضیه؟ لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و در قسمت سرچ یوتیوب نام کانالمون رو، یعنی نام کانال نیوز تیوی رو، به صورت فینگلیش یا انگلیسی بنویسید و در کنارش بنویسید گوگوش، کانالمون بالا میاد و ویدیوهامون رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر، در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و سایر کشورها لطفاً شیر بکنید. و ممنون که با ما همراه بودید. روی کلمه سابسکرایب هم کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید. سپاس از همراهیتون. تا یک ویدیوی دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.